تارا جان، تو اصلا به این فکر نکردی؟ که با یهویی ترک کردن خونه مادر چه صدمه بزرگی میبینه؟ دوباره حالش بد شده. معذرت میخوام فرهان، ما نمیخواستیم کسی رو اذیت کنیم. اما این کاملا مشخصه که تارا یه روزی بالاخره باید از اون خونه میومد بیرون. واقعا معذرت میخوام. اما با شما نه، بلکه اومدم با تارا حرف بزنم. تارا جان، تو فکر نمیکنی که قبل از اومدنت به اینجا حداقل باید به من میگفتی؟ تو منو بزرگ خونه قبول نداری؟ اگه تو خودتو بزرگ اون خونه فکر میکنی، پس اون وقت کجا بودی؟ وقتی با خواهرم اون همه رفتارای بد میشد. ببین اون چقدر اذیت شده اون همه روز. اصلا تو اینا رو میفهمی؟ و زهرین رو ببین، من فکر نمیکنم اون انسان باشه. آخه کی همچین کارایی میکنه؟ و تو به عنوان یه شوهر حتی نمیتونی زنتو کنترل کنی. منو باور کنید آبجی، من از شرمندگی نتونستم سرمو جلوتون بلند کنم. شما به من بگید برای اشتباهات زرین چرا مامانم باید مجازات بشه؟ آخه ببینم این کجا شدالته. از وقتی ارسلان نیست بیقرار شده. که اینطور؟ پس الان تو به خاطر خودش اینجا نیومدی، اومدی به خاطر ارسلان. تو مامانت نگران خودش نه، بلکه نگران ارسلانی. بعد تو میگی چرا اومده اینجا؟ رامی تو چت شده؟ چرا داری این حرفا رو میزنی؟ یالا برو برای فرهان چای یا شیرینی بیار. نه خیر آبجی، به چای نیازی نیست. من فقط اومدم این دوتا رو با خودم ببرم. من دلم نمیخواد تارا رو مجبور کنم. تو هر تصمیمی بگیری من قبول میکنم. من برم داداش یاور. تو دیوونه شدی؟ من چند لحظه پیش چی بهت گفتم؟ فرهان ببخشید داداش، تارا الان نمیتونه باهات برگرده خونه، اما بعدن میاد. حتی من خودم هر ستاشون رو تا خونتون میارم تا خاله رو ببینه. ستاشون؟ منظورتون؟ تارا داره ازدواج میکنه. زرین، به فرهان زنگ بزن، ما بفهمیم اونجا چه خبره. من به هیچ زنگ نمیزنم، اون منو دعوا کرد و رفت. تو دیوونه شدی دختر؟ از حرفای شوهر کسی دلخور نمیشه. زنگ بزن و ازش بپرس اونجا چه خبره. مامان برم به جهنم، من خودمو نگران نمی کنم. از بس استرس داشتم موهام سفید شده. من چی میگم و تو چه فکری کردی؟ بهش زنگ بزن و حالش رو بپرس تا اون حس کنه تو چقدر براش نگرانی. فهمیدی یا نه؟ بهش زنگ بزن. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. دیدین؟ گوشیشو جواب نداد. تو اشتباه کردی، باید خودت باهاش میرفتی. مامان مگه با گفتنم اون منو با خودش میبره؟ یه جوری بودو بودو رفت، فقط منتظر دستور مامانش بود. وای من خیلی دلهره و استرس دارم دختر، نمیدونم چی دارم بهش میگن و چه چیزایی دارن یادش میدن. تو اشتباه کردی زرین، تو باید باهاش میرفتی. مامان دارم میگم اصلا منتظر نبود، فورا رفت، فقط گفت مواظب مامان من باش. باشه تو برای من چایی درست کن. از پس به خاطر تو هرس خوردم، سرم داره از درد میترکه. در ضمن کنار چایی بیسکویتی چیزی هم بیار. شما چطور میخواییم بدون مقدمه تارا ازدواج کنه؟ چرا نباید ازدواج کنه؟ تارا درست مثل خواهرمه. اگه خواهر خودمم میبود باید ازدواج میکرد. ببین ما رسم نداریم زن بیبر رو تو خونه نگه داریم. اما برای این ازدواج خود تارا هم باید رضایت داشته باشه. رضایت تارا باید باشه. شما ازش پرسیدین که اون چی میخواد؟ اون این ازدواج رو قبول داره یا نه؟ تارا هنوز کوچیکه، هنوزم معصومه، خوب و بد خودش رو نمیفهمه. ما خانوادشیم و میتونیم براش تصمیم درستی بگیریم. در ضمن ما هر تصمیمی براش بگیریم به صلاح و خوبی خودشه.
ما بزرگشیم، خوبیشو میخواییم. اما تارا بچه نیست، حتی مادر یه بچه است. و وقتی زن مادر بشه اون بالغتر میشه. من فقط میخوام یه چیزی رو واضح بهتون بگم. بدون رضایت خود تارا به شما اجازه نمیدم برای زندگی اون تصمیم بگیری. این چه حرفیه که میزنی؟ یعنی تو بیشتر از ما بهش نزدیکی؟ هیچکی نمیتونه بهتر از ما براش دل بسوزونه. پس به هم بگین، تارا قراره با کی ازدواج کنی؟ این به تو مربوط نیست فرهان، واسه همین لازم نیست نگرانش باشی. ما برای تارا بهترین آدم رو انتخاب کردیم. ببین تارا جان، اگه تو میخوای ازدواج کنی من هیچ اعتراضی ندارم. این حق شرعی توه، اما به عنوان بزرگتر و دلسوزت فقط و فقط میخوام یه چیزی رو بهت بگم. هر تصمیمی که میخوای بگیری باید با دقت باشه. نگران مادر نباش، من بالاخره یه جوری قانعش میکنم. این چه حرفیه میزنیم داداش فرهان؟ من اصلا نمیخوام ازدواج کنم. این دوتا سعی کردن منو به زور شوهرم بدن. داریم به زور شوهرت میدیم؟ این چه حرفیه که میزنی؟ ما داریم سعی میکنیم از اون زندگی تحقیرآمیز بیای بیرون. پس اگه به نظرت زوره باشه قبول، اما نمیذاریم دوباره به اون خونه برگردی. چرا نمیذاریم برگرده؟ اون خیلی داره واضح بهتون میگه نه. شما نمیتونیم بهش زور بگین. چرا نمیتونم بهش زور بگم؟ من بخوام همین الان میتونم خطبه عقدشو بخونم. به چه عنوانی؟ باباش هستین؟ داداششین؟ با تکیه به چی میخوای بهش زور بگی؟ تو درست میگی، من برای تارا خونواده درجه یکش نیستم، اما تو به چه عنوانی داری مانع این کار میشی؟ اینو هم بگو که چرا از ازدواج و اینجا موندنش اینقدر هرس میخوری؟ من فکر میکنم اون چیزیو که اول حد زده بودم همون واقعیته. همینه که تو... من چی؟ چرا حرفتو قطع کردی؟ حرفتو کامل کن. داداش فرهان لطفاً بی خیال بشین، بحث نکنی. من حاضرم با شما خونه برگردم. منم علاقه ندارم باش بحث کنم. زود برو ارسلانو بیار، منم ببینم کی میتونه مانع رفتنت از اینجا بشه. چشم. قبل رفتنت حرفمو گوش کن و برو. من از اولشم میدونستم که طرز نگاه تو با بقیه فرق داره. اینقدر مزخرف نگو. همین چند لحظه پیش داشتی بهش خواهر میگفتی، الان خجالت نمیکشی همچین حرفی رو در موردش میزنی؟ تو چرا واقعیت رو نمیگی؟ چرا نمیخوای این ازدواج کنه؟ واسه اینه که اگه ازدواج کنه پس عیاشیه تو... کافیه! اگه بفهمم یک کلمه دیگه از دهنت راجب تارا در بیاد، تو چی فکر کردی؟ فکر کردی راجب ناموسم هر چی بخوای بگی من اینجا فای میستم و گوش میدم؟ داداش فرهان لطفاً بیا از اینجا بریم. تو هی جایی نمیری، ما قولتو به اون آدم دادیم، تو هی جایی نمیتونی بری. تو اصلا نمیفهمی؟ اون واسه گفت نمیخواد ازدواج کنی. من خیلی چیزا رو میفهمم. کی نمیخواد که زن بیوه یه جوون و خوشگل توی خونش نباشه؟ یاور دارم بهت هشدار میدم، این آخرین هشدار من به توه، متوجه شدی؟ داداش فرهان لطفاً باهاش دعوا نکنی. من حاضرم باهاتون بیام همین الان میرم از سالانو میارم. قبل از رفتن یه چیزی رو خیلی خوب گوش کن. اگه تو از اینجا بری پس زندگی برای خواهرت خیلی سخت میشه. من طلاقش میدم. داره میترسونتت، باور کن هیچ وقت طلاقش نمیده. نمیترسونم، بلکه واقعاً طلاقش میدم. تارا جان لطفاً قبول کن، زندگی من نابود میشه. سریع تصمیم تو بگیر، ازدواج میکنی یا میذاری خواهرت مطلقه بشه؟ اگه شما میخواین آبجی رومی رو طلاق بدین این پس مشکل خودتونه، مشکل من نیست. من تصمیم گرفتم که از اینجا برم و دارم میرم. نه تارا خواهرکم ببین، گوش کن،
تو با من همچین کاری نمی کنی، نه زندگی من نابود میشه. و آینده بچم چی؟ من فکرشم نمی کردم که شما اینقدر خودخواه باشین. برای خودم متاسفم که همچین خواهری دارم. ولم کنی. تو همینقدر ارزش داری؟ چقدر براش دلنگران بودی؟ میگفتی میرم تا زندگی خواهرمو نجات بدم، اما نگرانی اون برای زندگی خودتو دیدی. تو یه عالم پولمو هدر دادی واسه اومدن از لندن به اینجا، اما هیچی به دست نیاوردی. لعنت به خودتو زندگیت.